رد کلکت. تیم حاجایی 7-8 نفری بودن که اومده بودن هیئت. تموم شد اومدیم تو اون اتاقی که همه خودیا مثلا وزیری میاد، هر کی که میادش مهمون میادش، میبرن تو اتاق پذیرایی و میشینن و هر کی چقدر دوست داشت میشینه، بعد خدافظی و میرن. موقع خدافظی حاجی اومد، من بلند شدم باش، اومدیم که با هم روبوسی کردیم، گفتش که بلند که اونجا خیلی آدم بود که از خود رضایلو شاهدن تا بقیه بچه‌ای که اونجا بودن. بعدش گفت راستی رفیقت میخواد تا؟ گفتم رفیقم کیه؟ گفت علی دایی. گفتم که جدی؟ گفتش آره. گفتم خب پس چرا نمیذاری بیام؟ گفتش که رضا تو دوست داری بابات شکست بخوره؟ گفتم که نه، چی شده مگه؟ گفت رضا ما فوروارد نداریم که وحید هاشمیان آوردن، ما فوروارد گلزن نداریم. گفتم والا لقباشون که مجتبی زارعی رو میگن فراری، اون یکی رو میگن لامبورگینی، این یکی رو میگن نمیدونم استون مارتین، هر کی یه اسم واسه خودش داره که لقباشون رو تریلی نمیکشه 18 چرخ. حالا میخوایم تا اسم ما اومد وسط علی دایی گفت رضا مامانی رو میخوام، حالا اینطوری باشه مشکلی نداره. اینم یه جا دیگه‌ش که تمام شد و رفت و قطبی رفت، حبیب کاشانی بود، حمید استیلی سرمربی، مصطفی خیریان به من زنگ زد پاشو بیا فرزاد باغچه رضا، پاتوق حمید استیلی بود رفیقش. رفتیم اونجا، من فکر کردم مثل سال قبل که قهرمان شدیم توی زمین گلف شیس رفته بود آلمان تست بده که بازی کنه، من علی نیکبخت فرشید کریمی آقا کریم بودیم، حمید استیلی مرزبان، که مرزبان به هافک دفاعی آلمانی ها میگن شماره 6. میگفت ما میخواییم 4-4-2 بازی کنیم، یه دونه شماره 6مون تویی، یه دونه شماره 6مون رو میخواییم بگیریم. آقا کریم و حبیب کاشانی، حرفای خودشون ها، حرفای خودشون رو دارم میزنم، من ندیدم اون جلسه رو، آقا کریم رو برده بودن تو جلسه، گفته بودن بیا بشو کمک، این امسال بهت کم بازی میرسه، شما هم آقا کریمی بهت کم بازی میرسه، بیا بشه کمک. گفتم نمیخوام بازی کنم. هر جوری که حرف میزدیم من همیشه فیکس بودم تو اون ترکیبی که قرار بود بچینم. مثلا میگفتم فوروارد کیو بیاریم، اینو چجوری بیاریم، اونو بیاریم نیاریم، فلانی فلانی، با هم مشاوره میکردیم که کیو بیاریم، با چه سیستمی میخوایم بازی کنیم، یار میخواستیم بگیریم، تو با کی رفیقی، تو با کی رفیقی، زنگ بزنیم بیام. رفتم باغچه رضا نشستم، مصطفی خیریان دیدم سراشون پایین دارن قیلیون میکشن، هیچ حرفی نمیگه، دوزاریم افتاد که رضا میخوان دکت کنم. چند سالم بود؟ 24 سالم بود، هنو پیر نشده بودم. بعد حالا منم میشدم محصول پرسپولیس دیگه، من هرچند محصول پاسم، ولی از 21 سالگی یا 2 سالگی رفتم پرسپولیس، میشم از امیدهای پاس یه سال بازی نکردم رفتم پرسپولیس، که تازه قانون اومده بود که هر کی یه سال بازی نکنه با ناخودآگاه خودکار میشه بازیکن آزاد، چون آژولیان باشه مشی خودم واسه من سال اول بهم رضایت نامه‌مو نمیداد، مدیر عامل پاس بود، یه سال ناخودآگاه بازی نکردم، امیدهای پاس که تمام شد، یه سال نشستم بیرون، یادم محسن ابراهیمی من زنگ زدش گفتش که با هم ارتباط داشتی، رضا برو سر تمرین پرسپولیس تست میدی، بدنت آماده است؟ خودم خیلی آماده است، تمرین کردم، یه رفتم سر تمرین پرسپولیس تست دادم و روز سوم ما قرار داد بستن، گم نکنم قضیه رو که برگشتیم و کجا بودم؟ علی دایی منو میخواست، شعیب کاشانی اینطوری و فلان و گفتش که فوروارد میخوایم که وحید هاشمیان آوردن، منو نبردن و داستان رسیدش به کجا؟ فرهزاد حمید استیلی یه دفعه من اینطوری کردش رضا واسه خود دنبال تیم باش. اومدم بیرون جلوی اونا گفتم باشه، بلند شدم همینجوری اومدم، خدافظی هم نکردم، انقدر عصبی بودم که من اومدم از اونجا بیرون بغضم ترکید تو ماشین گریه میکردم واسه خودم، گفتم ای رضا دورت زد پیچونده، چرا من که مسئول پرسپولیسم، شما تومون منو دادین، بازیم هم دادین، بازیم هم دیدین، هر مربی خارجی اومده منو دوست داشته، از زوبل بگی تا دنیزیش با من اولش بعد بدونم داستان داره، اشتباه خودم بود، منو بازی داده. روز آخری که علی آقای پرمین از پرسپولیس رفت، ناصر ابراهیمی داشتن خداحافظی میکردن تعیین میکردن، گفت رضا منو حلال کن، گفتم چرا؟ گفت حقت بود بازی کنی، که بعدش آری خان اومد آقا منو پیچون. 15 روز نشدش که علی آبادی شدش
رئیس تربیت بدنی حبیب کاشانی رو برداشتن، حسین هدایتی آوردن با تیمش و حسین هدایتی رفت دوباره قطبی رو آورد. خدا جای حق نشست. پس قرار خدا تو این دوره زمان خدایی نکنه من بکنم، من چیکارم؟ خدا جای حق نشسته، همیشه میگیم تو دهن ولی اتفاقاش هم میفته. خدا جای حق نشسته، شاید دو دقیقه بعدش نشسته باشه، نشسته دو دقیقه بعد به تو حالی نمیکنه که، میذاره به وقتش، وقتش خودش میدونه. 15 روز واسش وقت داشتش برشون داشتن. بیا این کارا رو میکنید آخرش هم اینطوری چجوری روتون شد منو بپیچونید. Red Kelaket.